بسم الله الرحمن الرحيم دعاء سجده تلاوت دعاء سجود التلاوة يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين يعني چهرهام برای ذاتی که آن را آفرید و شنوایی بینایی را با قدرت و توانایی خود در آن قرار داد سجده کرد. بسیار با برکت است. بهترین آفریدگار. فایده های حدیث. فایده اول اعتراف به این که همه چیز وابسته به حول و قوت الهی و مدد و نصرت او می باشد. فایده دوم سپاسگزاری نعمت های الهی با استفاده نعمت ها در رضای الله سبحانه و تعالی ممکن است. فایده سوم سجده های قرآنی را سجده تلاوت نامیده می شوند. دعای دیگری سجده تلاوت اللهم اکتب لی بها عندك اجرا وضع عنی بها وزرا وجعلها لی عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. یعنی بار الها برای من در نزد خود به خاطر این سجده اجر بنویس و به وسیله آن گناه را دور بگردان و این سجده را برای من در نزد خود ذخیره بگردان و آن را از من چنان بپذیر که از بنده ات داود پذیرفتی. فایده این حدیث فایده اول سخن گفتن درخت و نالیدن درخت خرما که منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود همه اینها معجزات است که بیانگر صداقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشند. فایده دوم همه موجودات آسمان ها و زمین برای الله سبحانه و تعالی سجده میکنند جز انسان ها و جن های کافر، چنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره حج آیه 18 آیا نمی دانی همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند و نیز آفتاب و مهتاب و ستارگان و کوها و درختان و چارپایان و بسیاری از مردم برای الله سبحانه و تعالی سجده میکنند و بسیاری هم سزاوار عذاب هستند و هر کس که الله سبحانه و تعالی خوارش نماید دیگر کسی نیست که او را گرامی بدارد. بگمان الله سبحانه و تعالی هر چی بخواهد انجام میدهد. فایده سوم جایز بودن بیان خوابی نیک برخلاف جواب های شیطانی. در اینجا سوال می شود که آیا برای سجده تلاوت نیست طهارت، پوشیدن عورت و رو به قبله استادن شرط است یا نه؟ در جواب گفته می شود که در طهارت از ناپاکی بزرگ و رو به قبله بودن و ستر عورت اختلاف نیست، اما در طهارت اختلاف نظر وجود دارد. امام صنعانی در سبل السلام میگویند واجب بودن طهارت در مورد نماز آمده است و یک سجده را نمیتواند نماز نامید. پس کسی که برای سجده تلاوت معتقد به وجوب طهارت است دلیل آن را بیان کند. من میگویم در صحیح بخاری وارد شده است که ابن عباس رضی الله عنهما میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام تلاوت آیت سجده سوره نجم سجده نمودند و با ایشان مسلمانان و مشرکان و جن و انس سجده کردند. علاوه بر این حد اقل چیزهایی که به آن نماز گفته می شود یک رکعت است، در حالی که سجده کمتر از یک رکعت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.